من اصلا فکرشو نمیتونم بکنم که وارد جامعه بشم که نتونم تو اون فعالیت داشته باشم یا رفت آمد داشته باشم حتی تو محیطش و انشالله که اینم یک خداوند یک معجزه باشه که خداوند دیگه یعنی زنها رو وارد زنها وارد بشن تو اجتماع. واقعا خب نمیشه فکر کرد که توی اجتماعی که نصف جامعه زن هسته زنها تو خونه بمونن. اصلا فکرش هم نمیتونه. خبر ندارم، باید مدرسه کنه شب باشا دیگه به مدرسه بیلم که به درد نمیخوری جنگلی های وان مولی یعنی منو قدیمی بیدی که درس نخوند بید به درد نمیخوری فایده ندارم. مسلماً ضرب و شتم زنان افغان و تحمیل یک دیدگاه و این تهاجم سیاسی از ناحیه هر عقل سلیمی حرکت مطرودی است. من آماری دریافت کردم مبنی بر اینکه در افغانستان 40% از کارمندان دولت و 60% از کادر پزشکی رو زنان اشغال کردند و این آمار درصد احتمال شکست این حرکت را بالا میبره، چرا که به راحتی نمیشه جای خالی زنان رو پر کرد و یا تا دراز مدت این جا رو خالی نگه داشت. یعنی اینکه من فکر می‌کنم که توی ایران لااقل از نظر حرفه‌ای آدم‌های مساوی در شرایط مساوی میتونن موقعیت‌های مساوی داشته باشن. خیلی مهم نیست که زن باشن یا مرد، میتونن در کارشون موفق باشن.